بیاین بهتون میکاپی که 90% اوقات خودم انجام میدم و یاد بدم. دختر اینجا ما داشتیم میرفتیم تولد و این چیزی که میبینین دارم به زور میکشم رو صورتم این پرایمره که دارم خیلی پرتلاش بولش میدم تو منافذ. خوبه دیگه، مرسی، عالی شد. بعد کرم پودرم رو زدم و با اسفنج نمدار بلندش کردم تا صبح قشنگا، تا صبح خوب خدایی بلند کنین کرم پودرتون، خیلی مهمه. بعد کانسیلر، حالا اینجا کانسیلر من الفه، دوتا نقطه زیر چشمم زدم، زیاد نزنین چون خطا رو بیشتر میکنه، بدتر نتیجه برعکس میگیریم. بعد پشت پلکم یک کوچولو هم زدم روی جوشی که زده بودم دیگه، به هر حال بعضی روزای ماه نه دیگه. بعد بلندش کنیم. بازم بلند کنین. حالا یک کوچولو رژگونه مایه، مال من رژگونه مایه صورتی میکسه، صورتی خیلی باربیه، یه کمی با کانسیلر قاطیش کردم، خیلی کم زدم زیر چشمم که سیاهی کبودی اگه زیر چشم هست و کاور کنه. خیلی کم بزنید که اصلا توناژ صورتی نگیره زیر چشمتون، فقط سیاهی رو کاور کنه. حتی چربم نباشه بهتره دیگه، این الان بافتش خیلی خوبه. اون یکی چشمم هم همین کار رو کردم. بله، به این صورت بلند میکنیم. بعد روی استخون گونم به سمت بالا زدم و به همون سمت بالا هم فیدش کردم. هیچ وقت رژگونتون رو تا پایین نیارین رو سیب گونتون، چون برعکس صورت رو روبه پایین نشون میده دیگه، افتاده میشه. همینطور که میبینین خیلی هم خوشحال و خوشنود شدم از نتیجه. رو بینی هم بزنین که یه خورده آفتاب سوخته بشه، باحال بشه. اینجا یکم پودر فیکس لورا مرسیه زدم زیر چشمم، بقیه صورتم هم از تهمونده که روی براش مونده بود زدم، چون میخوام برق صورتم گرفته نشه. البته این پودر فیکس خودش یه برقی داره، خیلی خوشگله، برای تابستون خیلی مناسبه. بعد با کنتور خشک با هاماماما جایی که باید کنتور کنم و کنتور کردم. تو تابستون معمولا کنتور چرب استفاده نمی کنم که لکه نشه و عرق نکنم بد بشه. زیر فکم، زیر گونه ها، استخون گونه ها، زیر بینی، زیر لب، جاهایی که میخوام سایه بیفته میزنم. بعد با دوتا انگشتم، اینو قبلا یاد دادم، مستقیم از همین کنتورم برمیدارم، مستقیم به سمت پایین میکشم، خیلی صاف موف و اینا میشه. بعد دوباره با همون براش همه چی رو تو هم مخلوط میکنم. اینجا یه رژگونه پودری هم زدم که فیکس شه همه چی. بعد از پلت تروتوربر مورفی یه رنگ قهوه‌ای خیلی خیلی روشن برای ترانزیشن برداشتم، فقط روی استخون پشت پلکم، رو چین پلکم زدم که یه حالت بگیره فقط چشمم، اصلا قرار نیست خیلی پیدا باشه. بعدم باید خوب فیدش کنین، فقط یه حالتی به چشم میده و برای پلکای افتاده خیلی این باحاله. بعد دوباره این کارو برای اون یکی چشمم هم انجام دادم. از همین رنگ برداشتم زیر چشمم هم زدم، چون یه حالت چی میگم مهربونی میگیره چشم و اگه نزنین اون سفیدی که با کانسیلر درست شده زیر چشم، چشمو کوچیک نشون میده. اینه که حتما اگه بزنین بهتره، چون انگار که چشمتون درشت بوده سایه انداخته. بعد یه رنگ شاین برداشتم روشن از تو پلت و با انگشتم زدم گوشه داخلی چشم به سمت پشت پلک. و بعد یه رنگ تیره تر، قهوه تیره برداشتم و گوشه خارجی چشمو باش یه کوچولو تیره کردم، به سمت داخل فیدش کردم، به سمت داخل و بیرون یعنی بالا. هر اون یکی چشمم هم همینطور. بعد اینجا ریمل مارک جیکوب زدم، چون که یهو تصمیم گرفتم که موجه بذارم ریمل سبک زدم که فقط موجه رو بچسبونم. بعد
یه با یه اسپولی کثیفی‌ها رو تمیز کردم، موجه رو چسبوندم. بعد اینجا خوشحال بودم، ولی بعدش دیگه زارت موجه رو کندم. اون یکی هم همینطور، چون بد شده بود دوباره ریمل زدم با یه بدبختی، یا یعنی دیگه موجام چسبیده بود به هم، چسب و پاک نمیشد، دیرم شده بود، اصلا دختر نمیدونی. بعد با ریمل ابروی آنستازیا بیولی هیلز کلیرش، حالت ژل ابروه دیگه، ابرومو فیکس کردم. بعد با خط لب قرمز نیکس یه خط لب کشیدم و با دیگه با قرمز معروف فنتی بیوتی هم رژ لب زدم و تادان تمام. اینجا هم دیگه داشتن یکم مدبول بازی و از اینا براتون میمدم، ناز پایانی. همین دیگه، امیدوارم دوست داشته باشین و استفاده کنین. خدافظ.